نیروهای جهاد خودکفایی یه موشک جدید میسازن، اسمش هم میذارن موشک سجیل. در کابین هواپیما و در سیستم رادار هواپیما و به اصطلاح سیستم کنترل موشک تغییرات عمده‌ای ایجاد کردن که تونست در واقع موشک هاگو به عنوان موشک فونیکس بشناسه و اینو بتونه به سمت هدف روانه بکنه. اما شرایط برای آزمایش و تایید این موشک بسیار خاص و پیچیده است. در تاریخ همین نیرو هوایی داریم که 502 بار موشک فونیکس شلیک میشه از F-14 تا بعد اجازه ریلیز پیدا میکنه که این موشک بشه موشک سازمانی هاپمای F-14. در صورت که ما وقتی موشک هاگ رو میاریم رو F-14 نصب میکنیم، همون دفعه اول باید از 0 تا 100ش بره. اگر وسط راه خراب بشه یا نشه این موشک به هدف بخوره، همه پروژه رد شده است. اما موشک جدید سجیل در همون اولین آزمایش تقریباً دست داده بودن برگردوندیم F-14 و از فردا دیگه دوباره همون حاکمیتی که F-14 در منطقه داشت، یعنی به محض اینکه صدای F-14 در منطقه بود، اغلب هواپیمایی که عراقی در منطقه بودن یا عقب می‌رفتن یا کنار می‌کشیدن و طبق معمول اون تفوق هوایی که مورد نیاز اون بود ایجاد شد و بلافاصله هم دیگه نزدیک شده بودیم عملیات فاو و اون پیروزیایی که در عملیات فاو به دست اومد. خواهش مندم که برای بینندگان عزیز ما توضیح بفرمایید که نوع ماموریت این هواپیما رو و نحوه عملیاتی رو که همین چند لحظه پیش رفته بودین برای انجامش توضیح بفرمایید. این هواپیمای F-14 ماموریتش رهگیری و ایجاد برتری هوایی در منطقه دشمنه. چند پرونده هواپیمای دشمن اومده بودن برای بمباران نیروهای ما در منطقه فاو و ما خوشبختانه تونستیم به موقع وارد منطقه بشیم. اونجا با 3-23 درگیر شدیم که خوشبختانه باز دادن یکیشون و فرار بقیه تونستیم جلوی ماموریتشون رو بگیریم. رئیس جمهور بعد از اجرای موفق پروژه موشکی سجیل، همه اعضای این پروژه را به حضور میپذیرن. محبت کردن، ماها رو پذیرفتن. ما رفتیم دفتر ریاست جمهوری. بله، ما رفتیم اونجا، اصلا دیدار خصوصی بود. اونجا رفتیم و تشویق کردن هم کسایی که سازماندهی کردن، هم کسایی که تعریف کردن، کنترل پروژه کردن. تشکر کردن این زحمت که رو سجیل بود واقعا کشتیم، چون F-14 ما بدون سلاح شده بود. با سجیل یعنی سلاح داشت دیگه، خیلی یعنی حساب شما اشغال توفنگ داشته بود چون فشنگ نشه به درد نمیخور. الان هم توفنگش رفت هم فشنگش راحت دیگه. مقام معظم رفتر هممون رو دید، صحبت کرد. چه بودیم از لحاظ دانش نظامی و دانش نگهداری و تعمیر هم به شدت وابسته به دشمن بودیم و لازم من از جهاد خودکفایی به عنوان یک بخش اصلی و بنیانی از نیروی هوایی یاد کنم که نه فقط خودکفایی رو در نیروی هوایی به صورت یک ارزش در آورد، بلکه این احساس و روحیه رو در سراسر ارتش هم گسترش داد. نتیجه این سال زحمت ها رو دیدیم. یه بسال چند از ممکن احساسی داریم بفرده هر احساسی خاصی نداریم. شاکریم.